کدوم عبارت درباره هر ناقل عصبی تحریک کننده ماهیچه بدن انسان درست است؟ میگه بعد از انتقال پیام، اصلا برای ما مهم نیست، سوال در رابطه با ناقل عصبیه. میگه بعد از انتقال پیام توسط آنزیم های تجزیه میشه. میگفتیم دو حالت داره، ناقل عصبی اولا حواست باشه وارد سلول پسینابسی نمیشه، روی گیرنده هاش قرار میگیره، پتانسیل سلول پسینابسی رو تغییر میده با ورود یون سدیم. حالا ببین، مثلا فکر کن 10,000 تا ناقل عصبی آزاد شده، 7,000 تاش کار کرده، 3,000 تای بقیه چه بلای سرشون میاد؟ یه تعدادشون با آنزیم تجزیه میشن، یه تعدادشون برمیگردن تو نورون پیش سیناپسی. پس اگر تو کنکور بهت گفت ناقل عصبی هرگز وارد نورون نمیشه، غلطه. ناقل عصبی وارد نورون پیش سیناپسی میشه. حیف همه رو تجزیه کنیم بعد ببریم. یه سریاش میرن وارد نورون پیش سیناپسی میشن، همونجا ذخیره میشن واسه آیندگان. پس میگه همشون تجزیه میشن، میگیم نه، یه سریاشون هم برمیگردن تو نورون پیش سیناپسی. دو، میگه فقط در پایان آکسون یاخته پیش سیناپسی تولید میشن. اصلا ناقل عصبی تو پایان آکسون ساخته نمیشه، تو جسم سلولی ساخته میشه، تو پایان آکسون ذخیره میشه و آزاد میشه، دیگه ساخته نمیشه. محل ساخت جسم یاخته ای. پس گزینه دو غلط. به جایگاه ویژه خود در درون یاخته پس سیناپسی وصل میشه، نه روی سلول پس سیناپسی، نه توی سلول پس سیناپسی. پس گزینه سه هم غلطه. از طریق تأثیر بر نوع پروتئین کانالی باعث باز شدن آن میگردد. کاملا درست، پروتئین کانالی باز میکنه، سدیم وارد سلول پس سیناپسی میشه. پس جواب گزینه 4.